بری چه؟ مواظب باش مامان، من نمیخوام. علیرضا، بیا شیر تو بخور. علیرضا امروز 2 ساله شد. هدیه ی علی برای تولد علیرضا با یه روسری زیبا برای من درست روز تولدش رسید. الان با علیرضا تو پارک جایی که همیشه با علی میامدیم نشستم. ولی جای خالی علی رو حتی علیرضا هم نمیتونه پر کنه. 11 نامه علی در 19 ماه سفرش رسید. با این حساب 12 نامه از من عقبه. میخوام ازت عکس بگیرم. منو نگاه کن. علی فکر میکنم حقوق یه روزم رو باید بدم بابت چاپ عکسا. منو نگاه کن ماما. من... نه 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 وایسا وایسا. امروز سری به مادرت میزنم. پیرزن بعد جوری احساس تنهایی میکنه. دلم میخواد اونم تو جشن تولد علیرضا باشه. علی امشب جات خیلی خالیه. ای کاش میشد دوره هم باشی. ماما عزیز دارم. اینجا که نمیشه ماما جون صبر کن. نامه رو پسرمون با دسته خودش برات پست میکنه. ببخشید صفحه چیه؟ پنیره. کوپن شماره 20. بندازش. بنداز. افتاد. قربونت برم. علی رضا علی رضا مارمولک این تو چی کار میکنی؟ تو که منو کشتی. بفرمایی به خاطر کالایی دایی جون این لباس که میدونم از جیگرم آتیش اول بده به دایی جون
چشم. خیلی قشنگه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. لطف کردی. علی رضا بیشتر از باباشه. بودو بیاد اونجا تشکر کن. بودو پدرش دو تا نامه داد. دیگه ازش خبری نشد. فراد خان هنوز مجردن. میدونین؟ بله. اینا خیال میکنن همیشه همینطوری جوون میمونن. شانس هم خوب چیزی. مردم من دختر شوهر بهتری تو بری. منم شوهر نمیخواد خودخوری کنی. برم علی رضا رو بخوابونم سر جاش. احتیاجاتی داره. تا وقتی که جوونه شوهر باید بالای سرش باشه. دایی جون باور کنی من دوری زراجون یه لحظه هم نمیتونم تحمل. بله زن تا وقتی جوونه مشغول خوشگذرونیه. انگار نه انگار که زن و بچه داره. همه چی درست میشه. همیشه بس همینطور ندونم. من حاضر نیست یک شب از من دور باشه. من دیگه باید برم. خدافظ آقایون. فرید خانم به این زودی کجا؟ هنوز سر شبه. نه برای ما کارمند جماعت. خدافظ. خدا. ببخش فرید بهت بد گذشت. چرن نگو. زیاد سخت نگیر. شاید رفتارشون درست نباشه ولی قصد بدی ندارم. کارشون دیگه برام عادی شده. صبح میبینمت. حتما. نمیخواد بیای پایین. خودم میرم. باش. چی بگم بابا؟ دیگه از این وقت خسته شدم. آخه اینم زندگی تو داری دختر؟ نه، به این نمیشه گفت زندگی. بلش کن مادر، هرچی بهش بگی فایده نداره. این زندگی نیست دیگه. جهنمه. من گول حرفای شما رو خوردم، زندگیمو تباه کردم. حالا هم باید زخم زبونای شما رو بشنوم. داداش، میشنوی چی میگه؟ این عوض قدردونیته؟ بد کردیم به هر قیمتی بود از این زندون نجاتش دادیم؟ باید میذاشتیم مثل شوهر فریده بره کشته بشه. میمرد بهتر بود. اصلا فکر کن مرده. دستت درد. داماد ما جنگ نرفته مفقود الاثر شد. زهره خانم حالا هم دیر نشده. اگه خیلی ناراحتی برگرده بیا. هنوزم برای مردن فرصت داره. چرا شماها این فکر رو نمی‌کنین؟ فکر کنی مرده دست از سرش برداری. یعنی چه؟ دستتون درد نکنه. من حق ندارم بدونم دامادم چه غلطی داره میکنه. شاید این جنگ تا ابد تموم نشه. تکلیف ما چیه؟ خب بله نمیدونم. اگه بدونم تکلیف خودم رو روشن میکنم. عجیبه. دیگه خیلی دیر شد. این چی میگه؟ این نقشه شماها بود. من که نخواستم علی بره. پس چی شد اون وعده ویدا؟ ویزای کانادا، ویزای آمریکا، کار تو شرکت دایجون تو کانادا. زهره خانم ما هنوزم سر حرف خودمون هستیم. شوهر شما بود که همه چیز زیر پا گذاشت. حتی نخواست دست زن و بچه‌شو بگیره ببره پیش خودش. من خیال رفتن ندارم. هیچ وقتم نداشتم. علی آواره قربت شد بسه. اینجا میمون چه غلطی میکرد؟ از کار که عذرشو خواسته بودن چون که خدمت نکرده بود. بفهم. البته خدمتم که میرفت فاتحش خونده بود. دایی جون بفرم براتون قهوه درست کرد. ببخشین که جون شوهرتون رو نجات دادیم. اشتباه کردیم. نه ما اشتباه کردیم. اشتباه کردیم. حالا هم داریم تقاضاشو پس میدیم. علی همه بد جوری جوش آوردن. بعض ما حسابی خستشون کرده. ای کاش به جای ترکیه میرفتی خدمت. اگه رفته بودی الان تموم شده. علی منو ببخش. حق با تو. من اشتباه کردم. برو هر کاری عشقاته میخوایی بکنی. من دیگه سر دانبری این چکم برد نمی کنم. چی چی رو برد نمی کنی؟ چی چی رو برد میکنی؟ مولت میکنم. رسو تو بیده میشه تو کی هستی؟ معلوم میشه. باره بیدی بابا بکنی. آقا رو میبینی کنم. آقا رو میبینی کنم. آقا چی که کرم؟ آقا تو چی کرم؟ باره بیدی 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 باره بیدی. دیر کردین خانم. میبخشید. شما نمیدونید چه بلای سر من آورده. هر خودتو معرفی کن. حق دست بهشتی. موضوع شکایت چیه؟ این سر منو کلا گذاشته. دار و نداره منو بالا کشیده. دروغ میگه قربان. شما خودتونو معرفی کنید. قدیر بهشتی هستم. زن و شوهر هستم. نه. حضرت آقا ناسلامتی پسر منه. دیگه آدم به چشمش هم نمیتونه اطمینان کنه. خلاصه کن بگو شکایت چیه؟ نشستی رو پام گفت خونتو بفروش. یا طبقه بالای خونه خودمو بهت میدم. گفتم پسرمه سلاحمو میخواد. قول داد تفکیکی که گرفت بریم مفزه. خب بعدن که من رفتم تو خونه همسایه ها همه برگشتن. گفتن که نه سند داره نه قباله.
میگم کلیدیه، والا نمیدونم کلیدی دیگه چه سیغه ایه. خیلی خوب متوجه شدم، بذاریم ببینم پسرت میشه. عزیزم سلام. آقای باز سلام. قضیه اصلا میخوام که نتونستم به موقع برنامه بنویسم. گفتم خونه‌تو بگیر. طبق معمول مجبور بودم یه سفری به بلغار برم تا به قول ترکا مشکل گریس چیخیشم حل بشه. این دفعه چند روز بیشتر در بلغار موندم تا اوضاع اونجا رو بررسی کنم. شرط اقامت در بلغار ازدواج با یه دختر بلغاریه که کار چندان مشکلی نیست. فقط میمونه اجازه تو. زهره، دلم بد جوری برام تنگ شده. دلم برای همه چی تنگ شده. دلم میخواد علیرضا رو بغل کنم. باید پسر شیرین و سرحالی باشه نه؟ خب دیگه به پدرش رفته. به پسرمون بگو که دلم براش یه ذره شده. از خودت مواظبت کن. علی بدون زهره و علیرضا یعنی هیچ. تو این بپیچی. این سکوت چه معنی داره؟ عباس پس این چایی چی شد؟ دارم میارم. زهره رو حرف دایی جونش حرف نمیزنه. در ضمن میدونه که همه ما خیر و صلاحش رو میخواهیم. ممنونم. شما؟ مرسی زهرا جون. خب من نمیدونم حرف حساب شما چیه. بذار روک بهت بگم. آقا جون چایی؟ نمیخوام. ما میخواییم تو طلاق بگیری و خیال خودتو راحت کنی. من خیالم ناراحت نیست، ولی بذارین خیال شماها رو راحت کنم. من نمیخوام طلاق بگیرم. غلط میکنی. تا کی میخوای به این وضع ادامه بدی؟ تا وقتی که علی برگرده. دختری که تو بزرگ بکنی بهتر از این نمیشه. با حالا شد دختر من. خیلی خوب شماها دیگه بس کنی. اگه به فکر خودت نیستی لااقل به فکر اینا باش. بچه داره بزرگ میشه، احتیاج به پدر داره. خب چی کار کنم؟ از کجا برم پدر بخرم؟ تو با طلاق موافقت کن، بقیهش با من. چرا باید طلاق بگیرم؟ چون از این مردی که برای تو شوهر در نمیاد، نمیفهمی؟ چرا؟ برای اینکه دور از منه؟ واسه اینکه 3 سال آزگاره ولت کرده به امان خدا. اگه قراره هر کی از همسرش دوره طلاق بگیره، پس چرا دایی جونتون این کارو نمیکنه که 7 ساله نمیدونه زنش چی کار داره میکنه؟ من دیگه با این خانم کاری ندارم. خجالت بکش دختر. تو علی رو با دایی جونت یکی میکنی؟ خفه شو. آره آره به خدا دارم خفه میشم. از دست شماها دارم خفه میشم. چرا راحتم نمیذاری؟ مگه من زن علی شدم که هر وقت شما خواستین ازش جدا بشم؟ اگه شما خسته شدین من از زندگیتون بیرون میرم. میرم و راحتتون میذارم. شما درد نکنید. بفرمایید. نه نمیخورم. برای شما خوب نیست. باز قندت رفته بالا. یه ذره مزه کن. با درد میکنی، بذار بمانه. تو خیلی مهربونی. ناخونات بلند شده، بذار کوتاش کنم. چه اشتباهی کردیم علی؟ نباید به حرف این و اون زندگیمون از هم میپاشیدیم. پیرزن چه گناهی کرده که آخر عمری اینجوری باید در به در بشه؟ قندش خیلی بالاست، میترسم چشماشو از دست بده. به محض پیدا کردن جا میبرمش پیش خودم. من که از گشنگی داره روده بزرگم روده شد شکم رو میخوام. بس که شکموی. فرها تو چی میخوری؟ شما یه جایی برای نشستن پیدا کنین تا ما پا. باش از پا افته دیار. حالا میفهمم این مستجرهای بدبخت چی میکشن. آقایونی که برای این بیچاره حکم صادر میکنن هیچ کدوم نباید مستجر باشن. اون دو تا اتاقی که میدون رشدیه دیدیم چطوره؟ اونجا که نمیشه زندگی کرد. بچت از گرمای تابستون و سرمای زمستون هلاک میشه. سر و صدام که کولاک میکنه. خب تصمیم گرفتین که چی میخورین؟ برای ما یه ساندویج مرغ و مرغ؟ یه همبرگر و یه سالاد بگیم. آه بابا شما که همه رستورانی سفارش دادین. تایید کردن جنس امروز خیلی مشکل. بفرمایید. ببخشید نوبت شماست. بفرمایید. لطفا یه ساندویج مرغ بدین. یه جالبه. بونگایی کلمه اجاره رو که میشتوه ترش میکنه. خانم خانوما بیا با حماقتو بذار کنار. واسه یه مدت هم که شده بیا. بس کن فریده.
خودت هم میدونی این کار عملی نیست. نه نمیدونم، واقعا نمیدونم. من اگه بیام خونه شما مردم هزار فکر میکنن. گوره بابای مردم کرده، تو که نباید به خاطر دیگران خودت از بین ببری. اگه فرهادو میخواستی همون موقع زنش میشدی، نه حالا که شوهر و بچه داری. نه اصلا حرفشم نزن. خیلی ممنون. قربان شما. متشکرم آقا. شبتون شب بخیر. آخه با هفت بچه بی سرپرست چه خاکی به سرم بریزم آقای بازپرس. میگین چی کار کنم؟ خونه پیدا نمیشه. میخوایی؟ نمیشه. نه نمیخوایم. بیاین خزه پنزرامو بریزین تو کوچه، هر کار دلتون میخواد بکنی. ماما نمیخوایم. جونم به لبم بریزی. گم شو، دست از سرم برداری. خسته شدم، از پا در اومدم. هفت ماهی که دنبال یه خرابه میگردم، من تو خوابم دنبال خونه دیگه زله شدم. هر جا میرم جوابم فقط یک کلمه است: نداریم نداریم نداریم. آخه چه خاکی به سرم بریزم؟ گفتم که نداریم. ببخشید. به سلامت. فریده جون من دیگه باید برم. سعی میکنم حتما یه سر بیام خونه. باشه. دارم بهت میگم بیا با دست از لجبازی وردار. خدافظ. ما خیر و صلاح تو رو میخوایم. دستان رو با این بچه چی کار میخوای بکنی؟ از اولش هم پیش شما اومدنم اشتباه بود. بی خودی زندگی ما از هم پاشیده. گریه موردی نداره، خودتون اینطور خواستین. خدافظ. خانم بیا تو اون در لعنتی رو ببند. دست درد نکنیم مادر، خیلی ممنون. اینم علیرضا خود تو بیایی لبه هز ماهی رو بپیشی. مادر خیلی ممنون. شیر علیرضا رو میذارم تو یخچال، هر وقت لازم داشتی برو برش دار. اینجا مثل خونه خودت میمونه. خب خونه خودش هم هست مادر. البته زهرم مثل دختر خود من میمونه. بدنش من مادر، من میارم. ممنون. مرسی، ایشاله بتونم یه روزی جبران کنم. هر وقت چیزی لازم داشتی پا تو بکوب بزن. باشه. امروز از پدر مادرم جدا شدم. فعلا یه اتاق تو خونه فریده اینا اجاره کردم تا سر فرصت جای مناسبی پیدا کنم. البته اسمش اجاره است، کرایه‌ای که میدم پول آب و برقش هم نمیشه. علیرضا هنوز هیچی نشده بیتابی مادرمو میکنه. از فردا باید بره مهد کودک، ولی اصلا علاقه نشون نمیده. میبرمت مهد کودک ماما. ماما من نمیخوام بیام. اسباب بازی هم هست. بچه‌ها یواش. الان میریم مهد کودک با بچه‌ها بازی میکنیم. همچین با تو هم. سلام. سلام. بدینش به من. بچه‌ها بازی بسه. بهترینش. باشه. همگی بریم. نگران نباشید. میخوام برم قسمت مشمولین قایه. برین اطلاعات. سلام آقا، خسته نباشید. سلام خانم. با جناب سرگرد منوچهری کار دارم. آها. لطفاً همراه من تشریف بیارید. بفرمایید. بفرمایید. جناب سرگرد، شوهر من مشمول قایبه. خارج از ایران به سر میبره. میخوام بدونم اگه برگرده چه وضعی خواهد داشت. چند سال پیش وقتی دانشگاه رو تموم کرد به خاطر ترس از جنگ به جای خدمت از راه زمینی رفت ترکیه. حالا میخوام برگردم ایران. میخواستم بدونم چه مجازاتی شامل حالش میشه. ما به هر حال به دنبال آزادی اسرای خودمون هستیم، چه رزمندگانی که در جبهه ها اسیر شدن و چه اونایی که اسیر تبلیغات و فرهنگ شوم غرب شدن. همسر شما از نوع دوم هستن، بنابراین حد اکثر مجازاتی که ایشون متحمل میشن فقط 3 ماه اضافه خدمت نیست. مطمئنی که صبح با ما نمیان؟ آره، یه سفر 2 روزه میکنی. بد نمیگذره. منم یه سری به خونواده شوهر خدا بیامرزم میزنم. خیلی دلم میخواد. هر طور ملت بگیر. به نظر من یه سفر 2 روزه برات بد نیست.
نتنزم جای خوبیه. میخوام علیرضا رو ببرم مادرم رو ببینه. بعد جوری بیتابی میکنه. فکر خیلی خوبیه. بالاخره از غری شیطون اومدی پایین. آره. ما صبح زود میریم. اگه ندیدم ات خدافظ. توفه نتنز یادت نره. سلام. سلام. پدرت خونه است. لااقل یه موقعی میومدی که نباشه. تو چند ماست که زندگی رو برای همه حروم کردی. آب خوش از گلمون پایین نرفته. حالا هم ببینتت جنجال به پا میکنه. آخه دخترم اینقدر خودسر میشه؟ اگه نمیامدم پیش شما حالا رفتارم خودسری به حساب نمیامد. تازه شما خواستین که من برم. رفتم برای اینکه موندنم مسئله ساز شده بود. به هر حال بچه این چیزا سرش نمیشه. خیلی بیتابی شما رو میگه. یه ساعت دیگه میام میبرمش. بودی کسی نشید عجب بارونی عجب شما میکنه بودی کسی نشید اما جون در باز کن زود باش خیز شدم سبکو حولم نکن انگار تو دنیای به این بزرگی فقط جایی برای من نیست از اینجا مونده و از اونجا مونده حکایت من شده به خاطر علی همه به من پشت کرد علی هم که به قول دایی سرابی بیش نیست علی پسرمون داره بزرگ میشه دیگه عکس و اسباب بازی جای خالی تو رو پر نمی کنه گاهی تنهایی بد جوری اذیت میکنه انگار ازدواج ما برای چیز دیگه ای بوده تا زندگی مشترک توی این 3 سال فقط 7 ماه با هم زندگی کردیم توجه توجه خیابون بس بچه نترس نترس عزیزم نترس بابا مامان با تو هم هر دو زورشون زیاده دیگه چیزی نمونده به زودی میاد مارمولکم همین روزا میاد تازه مادر بزرگم میاد پیش ما سب کن کابشن تو تنت کنم مامان بزرگ پیش ما میمونه آره دستتو بکن توش اینجوری مامان من امروز مهد کودک نمیرم چرا مامان تو میری مهد کودک منم میرم مادر بزرگو میارم یکی پدم بگیر سماورم روشن میذارم تا مادر بزرگ اومد چای تازه دم درست کنم شبم پلو رنگی که دوست داری درست میکنم تا با خاله جون و خاله فریده بخوری مامانی هم میاد مامان با تو هم نه مادر مامانی کار داره
نمیتونه بیاد. ماما اینو بده من. با این کلا که نمیشه رفت مهد کودک. مال بابای خودمه. مامان بده من بندازم. حلش بده. خب یه دوست دارم قلقلیه سرخ سفید آبیه میدن زمین موزه باش ندو یواش. سلام مریم جون. سلام عزیز دلم. محبت شما مهر مادری رم تحت شعا قرار داده. هیچ کس نمیتونه جایی یه مادر رو بگیره. اینو علیرضا برای شما آورده. متشکرم. چه گل زیبایی. قابل شما رو نده به اختیار. خدافظ. خدافظ. ماما مریم جون رو اذیت نکنید. بیا بریم علیرضا جون. خدافظ مارمولکم. سلام. سلام. بابا چه عجب. بالاخره پیداتون شد. سلام. معذرت میخوام هفته پیش گرفتار بودم. آره همه تون همینطور. بعد از یه مدتی گرفتار میشین و فراموش میکنین که اینجام کسی رو داری. اتفاقی افتاده؟ بعضش اصلا تعریفی نداره. بیچاره مرتب سراغتون رو میگیره. اومدم ببرمش خونه. دیر اومدی. پیرزن خیلی دلش میخواست تا چشم داره شما رو ببینه. براتون چایی تازه دم کنم. علیرضا منتظرتونه. من از تو راضیم. خدا ازت راضی باشه. علی نباید تو رو میذاشت و میرفت. طوری نیست. همین روزا برمیگرده. علی رو من دیگه نمیبینم. میخواد نوام رو ببینم. باشه مادر الان میرم بیارمش. تاکسی تاکسی بایتا. بالاخره یکی هم پیدا شد که نگران حال مادر شوهرش بشه. زن من حاضره دار و ندارشو بده که مادر شوهرشو نبینه. زن شما هم یه روزی مادر شوهر میشه. از دست راستین شاید خلوتتر باشه. چی شده؟ عروس میبرن. باشید.
کن. مریم بگیر اومد. از مرکز به مأمورین مستقر در مهد کودک وضعیت رو گزارش کن. تمام. بله شنیدم. هنوز نمیتونم از تعداد تلفات آمار دقیقی بدم. متاسفانه زخمی ها بیشتر بچه‌ان و جراحت بعضیاشون شدیده. تخلیه مجروحین و مصدومین با سرعت ادامه داره. کار انتقال تقریبا به اتمام رسید. احتمال خطر ریزش هنوز وجود داره. ساختمان مهد کودک به کلی ویران شد. عمق فاجعه وحشتناکه. مأموریت ما ادامه داره. در اولین فرصت دوباره تماس میگیرم. تمام. آقای دکتر بله بفرمایید تماس بگیرید بگید خوب هستین یس حالا زودتر خون برسونم خوب هستین چه کسی عمل دارین بله باید ببریم شو تاق عمل پس بگید زودتر خون عمل علی رضا علی رضا علی رضا چیزی نیست علی رضا بچم کو علی رضا یه مسکن بهش نزد آقای دکتر مطمئنی کن که نه تو که مطمئنی اون هاش اونجا اصلا نگه علی برین از نزدیک بگیر علی رزا علی رزا کسی خونه عوض کنید علی رزا مامان عزیز دلم عمر مادر پسرم علی آقای دکتر تو رو خدا کمک کنید نگرانیتون کاملا بیمورد فرمانی شد آقای دکتر سرم زنده میمونه البته خود لاغل حالش بهتر است یه لیوان آب قند بدین بخواد معذرت میکنم کنم لطفا یه لحظه اجازه بدین اجازه بدین خواهش میکنم این بچه رو منتقل کنیم به پایین الان مدت هاست که دیگه پسرم نمیاد سراغم علی رضا میدونم واسه پسرم اومدی زهره چقدر طول کشید خیابونا خیلی شلوغ بود علی رضا پسرم بیا میخوام ببینمت پایین نشسته نذاشتن بیاد بالا من باید اونو ببینم پس منو ببرین پایین شما که نمیتونین بریم پایین باشه الان میرم میارمش کمک کمک کنید خدایا به دادم برسید کمک باز کنید درو باز کنید کمک کنید به دادم برسید تو رو خدا درو باز کنید هیچ اینجا نیست یکی یه بچه به من قرض بده داره میمیره به دادم برسید درو باز کنید تو رو خدا درو باز کنید داره میمیره تو رو خدا درو باز کنید داره میمیره خانم به حقی چیزایی ندارم بچه تو به من چیه تو به من به کنم داری و کمکم بیل داره میمیره به کنم داری به من قرض بده به دادم برسید داره میمیره یه نفر یه بچه به من قرض بده تو رو خدا بهم کمک کنین
رضا اینجاست، اومده شما رو ببینه. علی رضا، خیلی خوشحالم کردی پسر. جنگ تموم شد. یعنی تا این حد به روزنامه ها شک داریم؟ واقعا جنگ تموم شد؟ باور نمی کنم. بله تموم شد. بالاخره تموم شد. تموم شد، جنگ تموم شد. بابای مارکوس خوشگله میاده دیگه، هیچ وقت هم از پیش ما نمیره. علی حتما تو هم خبر تموم شدن جنگ رو شنیدی. خدا رو شکر بالاخره تموم شد. روزای جدایی ما هم تموم شد. دیگه میتونی با خیال راحت برگردی ایران تا به امید خدا زندگی خوبی رو شروع کنیم. چطوری که عروسی مجدد بگیریم؟ من و علی رضا برای دیدنت بی‌صبرانه لحظه شماری میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. یه نامه. خیلی ممنون. بفرمایید. خدا حافظ شما. بابات نامه فرستادی. بدش من. سب کن مامان میاد برات میخونه. قول میدی؟ آره عزیزم بیا برو تو. شده؟ چیه زهره؟ چی نوشته؟ اتفاق بدی براش افتاده؟ پس چهتی؟ چرا خشکت زده؟ نکنه زنگ گرفته؟ نمیخواد برگرده. حالا دیگه واسه چی نمیخواد برگرده؟ دلیلش چیه؟
نمیدونم. خودم هم موندم. انگار اگه برگرده اونو به جای تمام مجرمین محاکمه میکنن. حتما باید یک کاسه زیر نیم کاسه باشه. وگرنه ترسم حدی داره. خسته شدم. تحملم تموم شده. دیگه نمیتونم. از بلا تکلیفی و انتظار جونم به لب رسیده. دیگه طاقتشو ندارم. بیش از این نمیتونم به این فاز ادامه بدم. واقعا نمیتونم. خیلی خسته. اجازه نامه شوهر رو کم داره. شوهرم اینجا نیست. بگیم براتون بفرسته شما. آخه بفرمایید. سلام. سلام. بگم مگه قرار نبود بری اداره گذرم؟ چرا، دارم از اونجا میام. پیداست که شیر برگشت. آره شیر، شیر. فقط مواظب باش که شیرش تب مارت میاد. خیلی خوشمزه شدی. تو هم اگه برای شنیدن یه جواب یه کلمه یه 8 ساعت تو صف وای میسادی خوشمزه تر از من میشدی. خب به جمالت. برای اینکه برم ببینم شوهرم چه غلطی میکنه باید ازش اجازه نامه کتبی داشته باشم. مگه نگفتی شوهرم اینجا نیست؟ ویل کنکور بابا شوهر کرده، دارم از گرسنگی میمیرم. برو تو آبدارخونه. باشه. عجب هواییه. به به، تو این هوا خیلی میچسبه. دست درد نکن دخترم. چه لبویی. خب حالا گیریم که این تنها راه باشه. پولش چی؟ نمیدونم، ولی راه دیگه ای نیست. یعنی همه راه های ممکنه رفتم. اون که نامه نوشتنم قطع کرده. چی برسی به اجازه نامه؟ اصلا نباید مسئله رو باهاش مطرح میکردم. اشتباه کردم. راه قانونی هم که ماها طول میکشه. تازه اگه بشه. این دو ماه هم بی خودی وقتو تلف کردم. وگرنه الان ترکیه بودم. اگه طرف کلا بردار از کار در اومد و پولتو خورد چی؟ در کلا برداری طرف که شک. چی عزیزم؟ نه ترس. نه بزهره است. نه ترس. چاره اینجا الوان. نه نباید خودشو گول بزنی مادر. بایش برم. چیزی نیست. رد و برقه. به هر حال طرف کار منو را بندازه یا نه کلا برداره. ولی چاره ای ندارم. باید بهش اعتماد کنم. تو تصمیم گرفتی بری. به نظر منم باید بری. چون فقط با رفتنته که میتونی از بلا تکلیفی در بیای. و هر چه زودتر بهتر. چند سال پیش باید این کارو میکردم. تو غیر از پولی که باید به اون بابا بدی کلی هم خرج سفر داری. قدیره بذار کنار. برو پیش پدرت. حرفشم نزنی. یه مقداریشو میشه از اداره وام گرفت. موافقت نکرده. چون هنوز وامی که برای کفن و دفن مادر شوهرم گرفتم بدهکارم. من از فرهاد میگیرم. هر وقت داشتی بده. تو رو خدا بس کن. یه جوری جورش میکنم. خانم زن معامله تمام دیجه؟ بله. میذارم به تخت. بشکنه اوزامش بزار لوله لگدک. یخچه مامان میخواییم از خونه خاله جونینا بریم؟ نه مامان جایی نمیریم. بیا بیا اینجا بذار فرشو جمع کنم. بودو پسر گدیدک.
سلام آقا. سلام. پول و مدارک آوردم. خیلی خوب. کی حاضر میشه؟ یک شنبه ظهر. حتما؟ بله. روی یک شنبه ظهر حاضر. یک شنبه؟ خیلی خوب، چاره نیست. آره، بریم، بریم. بگیر بخواب عزیزم. نمیخوام، منم با تو میام. نمیشه، نمیشه مامان، من که همه چیزو بهت گفتم. تو باید بمونی پیش خاله جون. منم قول میدم زود برگردم. زود کیه؟ نمیدونم مارمون بگم. تا بلیط نگرفتم نمیتونم بگم کی میرم و کی برمیگردم. پس باید واسم هم تفنگ بیاری هم قطار. باشه مارمون بگم. چشم. حالا بگیر بخواب. نمیخوام بخوابم، نمیخوام. ببخشین احمد آقا، شما چه فرمایشی بود؟ شما میدونین بلیط استانبول چطوری باید تهیه کرد؟ آره، برین تاوانی 14 اونجا بهتون میدن. همه جا رو زیر پا گذاشتم. تاوانیا به دفتر شهر پاس میدن. تو دفاتر شهرم بلیط نیست. چند تا میخوان؟ یه دونه. خیلی خوب، یه دقیقه صبر کن ببینم چیکار میشه کرد. میگم اگه گیر بیاد قیمتش بالاست. باشه، اشکالی نداره. دنبال من بیا. چاره چیه؟ همینه که هست. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. فرهاد پیداش نشد؟ هنوز نه. اینو بچه های اداره برات گرفتن. پول و پاسپورتو بذارین تو، بنداز گردنه. تو استانبولم خیلی مواظب باش. ببین مادر جون، بنداز زیر لباست، خیالت راحت کن. این خیلی پوله. بچه های اداره میخواستن دست کم 200 دلار تهیه کنن، ولی متاسفانه به تعطیلی خورد و خیلی از بچه‌ها نیومد. بنده کافی پول همراهم هست. مادر جون، بذار تهیه کیفیت برای روز مبادا. احتیاج زیادی به پول ندارم، ترکیه که برسم علی هست. ولی باش. چشم. مادر. جشم دیبلا. پاش پاشین. راه بیفتین که تا ترمینال خیلی دیر نکردم. فرید جون، یه خود از اون میوه‌ها رو بشون برای زهره جون. باشه چشم. خاله جون بزرگواری شما رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. مطمئنم که از علیرضا بهتر از من مراقبت میکنی. اگه اتفاقی برای من چرا نگو دختر. انگار کجا میخواد بره؟ نمیخواد نگران چیزی باشی، با خیال راحت برو. این تو همه چیزو نوشتم. اگه طوری شد میتونین علیرضا رو پیش خودتون نگه دارین. اگه نخواستین بدینش به پدر مادرم. زهره خانم، یه سفر در روزه که دیگه این حرفا رو نداره. برو بودت برم. خودتو با این فکر رو مامان منم میام. نمیخوام بری، نمیخوام. اگه بری منم میام. گریه نکنه. نمیام باز منم. گریه نکنه. نمیذارم بری. الهی فرات بشه. نرو، نمیخوام بری. تو همه چیز منی، تو عمر منی. نرو. خیلی زود با بابا برمیگردم. من اصلا بابا نمیخوام. مادر نمیتونم تو رو با خودم ببرم. نمیشه. هنوز هیچی نشده، دلم برای علیرضا یه ذره شده. نمیتونم الان چه وضعی داره. امشب پیش کی میخوابه؟ خانم آقایون، ای نمیخوان تو را زیاد علفشن، یکی یه دلار بدن که میونه پلیس رای تور تا رو من که پشت دستم رو داغ کردن دیگه از این آتش خالا ندارم. پارسال یکی از همین تما برای چینی رو با هزار بدبختی تا سرای خوی سالم افتاد. اونجا به یک از این جوجه پکولی ها مزنون شد. خب تمام خرت پرتاش از اون بالا ریختن. خب کارتون سماور منم انداختن. آه با این که لای سه تا شلوار جین پیچیده بودم. اما روزه نازنین شکست. حالا من جین بیارم خوبه؟ نه بابا تراش بریم روزه است، ولی میشه تمام کرد.
ولی 115 دلار مثل 5 روز پول زیادیه. آخه ما برای چی باید نفر یه دلار بدیم به پلیسای تون؟ مگه ما با خودمون چی داریم؟ اوه چی نداری؟ خیلی خوب سوپرمن من. آسوده؟ مرسی با هم. اون چی بود که نصفش هم دادی به اونه؟ ببخشید تنها سفر میکنی؟ آره. از این خانم نمیشه حرف کشید، تا حالا همه حرفای ما رو گوش داده ولی خودش یک کلمه حرف نزده، خیلی مرموزه. ماما تو رو خدا بس کن، ببین بابا چیزی نمیخواد. خب مادر جون داریم حرف میزنیم دیگه، بساز ببینم چی میخواد از ترکیه بیاره، شاید چیز پرمنفعتی باشه. چیزی که من میخوام بیارم به درد شما نمیخوره. حالا از کجا معلومه که به درد من نخوره؟ تو بگو. شایدم خورد. من دارم میرم شوهرمو بیارم. نگفتم؟ نگفتم نمیشه ازش حرف درآورد. مامان ببخشی، منظوری نداری، حرف زدنش اینجوریه. باید مادر منو ببینی. چیزی که به مادرت گفتم جدی بود، شوخی نکردم. میتونم باهات حرف بزنم؟ چقدر شو؟ با انگار لاله. 5500 لیر. 5000 رو چقدر میشه؟ حدود یه دلار و نیم. میخوای یکی بگیرم؟ نه خیلی لازم نکرده. ببینم به این توالتیه بازم باید پول بدم؟ بله. نکبت ها آفتابم ندارن. پدر شما هم باهاش برید. پول خود دارین؟ آره دارم. کاش پام میشکست با اینا را نمیفتادم. بیا این زن آبرو واسه آدم نمیذاره. اگه مادرم نبود. خودتو نخور، حرص و جوش خوردن تو چیزی رو عوض نمیکنه. کار ما خنده داره. ما میخواییم آدمایی که ما رو تربیت کردن ادبشون کنیم. آرامش تو برام خیلی جالبه. من اگه جای تو بودم حتما از دیوونه خونه سردن میابردم. یه اتوبوس آدم فکر میکنن تو از سر سیریو برای تفریح مسافرت میکنی. دیگه نمیدونن تایی دلت چه آشوبیه. حتم دارم دلت برای پسرت یه ذره شده. همه چی عادت میشه. ما فکر میکنیم که شکرنده هستیم ولی پاش بیفته از فولادم سختری. به هر حال بهتره بیای هتل چمیدونت و اونجا بذاری، بعد بری دنبال شوهرت. زوره اگه شوهرت شوهرم چی؟ میترسی زیر سرش بلند شده باشه؟ گاهی فکر میکنم وقتی ببینم این زن و چند تا بچه هم دورو برشو گرفته باشن. مسافرهای تابونی هشت سوار چند؟ باید خیلی عزیز باشه که این همه سختی رو به خاطرش متحمل شدی. خیلی دوستش داری؟ نمیدونم، راستش خیلی وقتی که به این موضوع فکر نکردم. نمیدونم، یادم میاد یه موقعی خیلی دوستش داشتم ولی انگار مثل اینکه دوست داشتن یادم رفته. نمیدونم، نمیدونم. فشار بده. برو برو کنار بینم. واه 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 واه، چه اتاقی کثیفی. جا قطع بود، زباله دونیه اینجا. اینا بالش یا کیسه زباله است؟ طبقه داشتی پره قو باشه. لااقل یه اتاق طبقه اول میگه. نشنیدی گفت هم یه اتاق داری؟ همون نداشت خیلی بهتر از اینجا بود. بهتر بود یا ارزونتر؟ من که به اون طویل برو نیستم. هر کاری دلت میخواد بکن. منم توی خراب شده نمیمونم. نگاه کن چی کار کردن.
آه چه خبرته؟ نمیخوای خرت و پرتا چیو با خودتون آوردی؟ دختری غرغرو. من از اینجا تکون نمیخورم. برین خودتون بگردین یه هتل دیگه پیدا کنید. خوبه. زهر خانم، شرط 1000 تا. به پول ما چقدر؟ حدود 2 تومن. 2000 تومن. خب نصفش کنیم واسه مامان. زهره نیومده که تو هتل بمونه، میره پیش شوهرش. نقشت نگرفت. حیف شد. آب نیست. پاشین پاشین برین هرچی میخواییم بخرین که فردا بذاریم از این خراب شده بریم. صد رحمت به اون تهرون خودمون. زهره باشه، خدا بحرش نیم. تقسیم تقسیم سارا گیدیم تقسیم دوبشنان نبیدیم که دیجیکسینیز از اون بر برم دو طرف نگیلیم. یه مقدار پول آورده بود. سلام. بفرمایید. ترون تشریف دارید خانم؟ نخیر. آ، چند جا پول اونجا؟ خیال می‌کنه که ببخشید آقا، من دنبال این آدرس می‌گردم. این آدرس همینجاست. راحت باش. بله، ولی این مرتی که دیگه اینجا نیست. چی شده؟ یه گرفتاری دیگه. ای بابا. خانم، این آشغال اینجا نیست. شرش کند و رفت. من آقای علی بهارلو رو می‌خواستم. مثل اینکه شما خیال کردید جمهوری ترکیه است یا صاحب اینجا؟ آره. قربونت. هلو بیروز How much is the dollar today? 46.19 liras. Thanks. Goodbye. بفرمین چای خانم. حالتون خوب نیست؟ چی شده؟ چی کار باش داری؟ پولتون خورده؟ شوهرمه اینجا کار میکرد؟ بله. پاسپورت ها رو هر روز برای ویزا میبرد میداد به واسطه های سفارتخونه ها. بچه خوبیه. نمیدونم چرا اون کارو کرد. یه روز یکی از پاسا رو ور با خودش میبره. اصلا اهل این کارا نبود. کجا میتونم پیداش کنم؟ نمیدونم. یکی از پاسا رو ور میداره با خودش میبره. اصلا اهل این کارا نبود. کجا میتونم پیداش کنم؟ نمیدونم. شنیدم توف کافی کار میکنه. اینا رو بگی خانم. پیداش کردی بگو دیگه از این غلطا نکنه. اینجا پستخونه نیست. آقا روزی یه نامه داره. اصلا فکر نمی کردم نامه هایی رو که پست کردم خودم دریافت کنم. انگار علی رو از دست دادم. بخش لیون، من علی بهالونی ایسترم. تانیمیرون سن شو آدمه تانیور musun? Hayır kusura bakmayın hanımefendi. Ben burada olduğumdan beri böyle bir isim görmedim. Alo evet. Buyurun. Tanıyor musun? Hayır kusura bakmayın hanımefendi. Ben burada olduğumdan beri böyle bir isim görmedim. Alo evet. Buyurun. دور خدا نگاه کن، آدم جیگرش آتیش میگیره. آخه شما ها کور بودین که نفهمیدین اینا قلابیه؟ پولو به تو دادن، قولشو به ما میزنی. آخه چطور نفهمیدین این صفر و علکیه؟ آدم باید کور باشه که اینو نبینه. اینو پولو به تو انداختن و وقت ما کور بودیم. من گرفتم دادمش به تو، دست من که نبود، وگرنه میفهمیدم. میخواستی اینقدر هول نزنی، یه دقیقه صبر میکردی. میترسیدی تمومش رو شما بمونی؟ منم میذارم لای پولا، پس خودشون میدم. ببینم تو فکر میکنی بفهمن؟ نمیدونم. اگرم بفهمن خودمو میزنم به اون را، یعنی من چیزی سرم نمیشه. به نظر تو خوبه؟ مادر جون زهره خسته است،
حوصله این حرفا رو نداره. خب بی خودی ماتم گرفته، امروز پیداش نکرده فردا میکنه. تازه اینکه عزا گرفتن نداره، من جای اون بودم اصلا دنبالش نمیگشت. آره اما تو جای زهره نیستی. تازه شوهرت هم بر دلته. شوهر؟ همچی شوهر شوهر میکنی مثل اینکه توفه است. کاش من یه همچین شانسی داشتم و شوهرم گم میشه. مامان بس کن دیگه، شورشو در آوردی. بلکن بذار بگه. بگو تا دلت میخواد بگو. شما به دل نگیر، این الان مثل مار زخمیه. زهره جون پاشو بریم پایین. پاشو. من بیهوده دارم توی شهر سگدو میزنم. انگار علی هیچ وقت اینجا نبوده. هرچی جلوتر میرم از علی دورتر میشم. یلون یلون ایق قوی باشماق بیایی. آدرسی رو که ازش دارم میرم بگیم. نمیدونم، اینجوری که نمیشه تو شهر به این درندشتی دنبال کسی گشت. پیدا کردن این آدرس روزا وقت میداره. کار دیگه ای نمیشه که. تا اینجا اومدم باید تا آخرشم برم. آسوده آسوده، از این مدل سه جفت بود، از بقیهش نمیدونم مادر. خب چی میگی افندی؟ چوخ یا چی با؟ بله چوخ. گلون گلون حراج آلدی حراج حراج چوخ یا چی؟ آسوده منم میام با هم دنبالش میگردم. پاپیونای طلایی رو میشه روی این گذاشت؟ صد دفعه بهت گفتم هر کاری دلت میخواد بکن. اینو خوب یس یس. منم با هات میام، هرچی باشی ترکی من از تو بهتره. تو به من به مادرت کمک کن، من خودم میرم. آها به چه زبونی داره با من حرف میزنی؟ نمیدونم. بیا بریم. چیه؟ بابا من با زهره دارم میرم. کجا میریم؟ الان برمیگردم. مواظب باش الان، دیر نکنی. خدافظ. خدافظ. مرحبا. مرحبا. باقش لیون افندی، من علی بهارلونی استیرم. نشید یا شیردی؟ بیا بو سیزین آدرسی دی؟ بده با کالیم ناصر برسی. عکسشو بده من. بو علینین فوتوگرافی دی. برایا چوک آدملار گلیب گدیور. تانی میرسین؟ تانی میرم. میگه نمیشنسه. چوخ ممنون. یوله 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 یوله. خیلی دلم میخواست پیشت میموندم، اما خب اینا رو چیکار کنم؟ تا حالا خیلی زحمتت دادم، میتونم بفهمم چه حالی داری. ولی به محض اینکه رسیدم تهران میرم سراغ علیرضا. تو هم نمیخواد بی خود پولتو خرج تلفن بکنی؟ حاضرم زندگیمو بدم فقط یه لحظه صداشو بشنوم. میدونم
اگه تو چند روز دیگه هم نتیجه نگرفتی بهتره فورا برگردی بیای. میترسم اینجا پول تموم بشه و بمونی. میتونم کمتر بخورم. خیلی خوب، بس دیگه. عوض قصه گفتم بلنشین بگیرم بخوابین، مام یه چرت بزنیم. یواش، چه خبرته؟ بالاخره میذاری بگیرم بخوابم یا نه؟ تو که همیشه خوابی. توف. بازم میگم زهره جان، همچین که دیدی تو این چند روزه نمیتونی نتیجه بگیری. دختر یه دقیقه پاشو بیا کمک کن در این چمدون لعنتی رو ببندم. سب کن ببینم، سب کن. دست درد نکنه. چقدر کارش کردی؟ بذاری منم کمک کنم. یه خورده فشار بده. تو هم همین این برو ببندم. خیلی خوب بسته شد. سوپرمن من حالا اونجا این مغلوبه میشه. بیا اینا رو ببر پایین. بابا یه چیزی هم خودت نگران نباش، روزی که رسیدم میبرم میدم در خونتون. کاری بکنی قرض زدنت شروع شد، برو اون چمدونو برد بیار. حساب هتل رو من میدم. نه تو نه تر تهران که برد میده. اصلا دلم نمیاد تنهات بذارم تو این شهر. تو همینجاشم واقعا شاهکار کردی. اگه با مادرت بود که همون روز اول بر میگشت. اگه تو نبودی نمیدونم چطور میشد. مواظب خودت باش. دست به سیاه و سفید نزد بنده. هیچ وقت شکایتی میوک تو. حالا هم شکایتی میوک. هفت ماه زنده ایدیم. فقط در این مدت آنلادم که زندگی یعنی نه. هفت ماه. اما سن، بن، چطور اولار؟ هیچ وقت سعی نکردی برش گردونی؟ هیچ بیر زمان. چرا؟ دلم میاز کمکش کنم. بانا گفت که باید بره. کجا میشه پیداش کرد؟ پیداش میکنیم، نگران نباش. تو از بن واه مادری یا دوست شدی؟ حیله و پاشو پاشو بریم بیر قهوه بخوریم. بیر قهوه پاشو. قفله ده افندی، قفله ده. ساعت 9 بچه بگرم. ببخشید شما ایرانی هستی؟ بله، من با تورش خان کار دارم. خودم هم فرمایشی بود، همه رقم در خدمتتونم. من دنبال علی بهارلو میگردم، شما باید دوستش باشید. نه دیگه نیستم خانم. گله گله. من زنش هستم. از تهران اومدم، 2 هفته است که دنبالش میگردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. شما رو کی فرستاده؟ همون خانم ترکی، کسی که باهاش زندگی میکرد. قیافتون آشنا، عکستون رو دیدم. شما باید زهره خانم باشین. بله درست. نگران نباشین، زیر سنگم که باشه پیداش میکنم. 2 سال باهاش زندگی کردم، پسر قابل اطمینانی بود. نمیدونم چرا یهو زد به سیم آخر. دستشو بگیر و از این خراب شده ببر بیرون خانم. اینجا آدم از فولادم که باشه داغون میشه. 2 سالی میشه که ندیدمش، ولی مثل آب خوردن پیداش میکنم. چی کار کرده بود؟ شنیدم پاسه یه ایرونی رو بلند کرده و زده به چاک. اصلا اهلی این حرفا نبود. دورت. خب من باید برم سر کارم. شما جایی خوابیدن داری؟ بله بله دارم. فردا میریم پیداش میکنیم. خیالتون راحت باشه. دورت. بهت افندیم. ببخشید. احساس عجیبی دارم حالا که بعد از این همه دوندگی رد پایی از علی پیدا کردم. نمیدونم چرا هیچ اشتیاقی برای دیدنش در خودم حس نمی کنم. Thank you.
مژده بدین. بالاخره پیداش کردم. گفتم که زیر سنگم باشه پیداش میکنم. خیلی ممنون. واقعا دستتون درد نکنه. البته خودشو ندیدم ولی همونامشو پیدا کردم. الان چیکار کنم؟ بله کشت تو زیر بلدی؟ کجا؟ نمیتونید پیداش کنم. خودم میبرم نشونتون. اون تصویر بسرشه. علی با شما زندگی میکنه؟ بله، دیگه باید بیداش بشه. من ایرانی ها را دوست دارم. بصره هم شریکم ایرانی بود. ولی جنگ همه چیز را خراب کرد. کارش چیه؟ چی کار میکنه؟ کاری با اون صورت نداره. هر عملی باشه میکنه. درست پاسپورت دزدیده بود؟ لا، ندزدید. یک پاس برداشته بود. همیشه فکرش پیش بچه‌ش بود. پاس خودش که به درد نمیخوره. اینجام قچق مونده. آدم در مخمصه بیفته انواع کارها میکنه. این زندگی لعنتی انسان را به هر کار مجبور میکنه. ببخشین اگر فاتحه کم رنگ چایی فضلی. تشکر. حتما این چیزها را براتون ننوشته. خوب نوشتن هم نداره. یه شب سر یه لقمه غذا میفته زندان. دوستش تورج هر طوری شده از زندان میاره بیرون. سردر نمیارم. غذا رو دزدیده بود؟ لا، تو کاباره یه نامردی غذاشو میخوره میره. علی هم معطلش نمیکنه، میشینه تهمونده غذای اونو بخوره که از چانس بعد طرف که رفته بود تلفن کنه برمیگرده. دعوا میشه، کار به چاقو کشی میکشه. علی طوریش نمیشه ولی دوستش تورج مجروح میشه. شما همینجا باشین، من از ساعت پیداش میکنم. منم میام. اینجاها کار میکنه؟ کاری که نه، گاهی به قهوچی مساعدت میکنه. اونهاش، اون که قلیون میبره. از ساعت خبرش میکنم. میاد. بهش گفتم که شما اینجا منتظرشین. رفت دستی به سر روش بکشه. جایی براتون بیارم؟ نه نه. باشه. چقدر طولش داد؟ جدن چایی من نداریم؟ نه متشکرم. Mm-hmm.
منو ببخش داری. موردی برای بخشیدن نیست.